دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ملک عبدالله پادشاه اردن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در میان رهبرانی خواهند بود که در این راهپیمایی حضور می‌یابند. از ترکیه کشور مسلمانی که با اروپا روابط نزدیک دارد، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه آن کشور عازم پاریس شده است. اسلام با اشتراک در این گرده همایی من و کسانی که میخوان از این واقع در جهت مبارزه با مسلمانان جهان بخصوص مسلمانان در اروپا کارگیرن قوی ترین ها خواهم فرستاد. این اشتراک من نشان خواهد داد که ما متحدانه علیه تروریزم استاده ایم. وزیر خارجه ترکیه افزود که کشورش در مورد حیات بومیدین شریک 26 ساله یکی از حمله کنندگان در پاریس با استخبارات فرانسه در همکاری کامل قرار دارد. باور بر این است که خانم بومیدین چند روز قبل وارد ترکیه شده است از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این راهپیمایی را نبرد تازه علیه تروریسم اسلامی توصیف کرد و قبل از عزیمتش به فرانسه گفت من آزم پاریسم هم. تا همراه با رهبران جهان در راهپیمایی برای یک نبرد تازه علیه تروریسم اسلامی که تمام بشریت را تهدید می‌کند اشتراک ورزم نبرد که سالهای زیاد خواستار آن بودم البته در حملاتی که در پاریس انجام یافت چهار یهود فرانسوی نیز کشته شدند آقای نتانیاهو گفت وی ضمن سفرش به پاریس به یهودیان فرانسه خواهد گفت که اگر هر یکی آنان خواستار نقل مکان به اسرائیل باشند دولت اسرائیل با آغوش باز آنان را میپذیرد از دیگر گروه فلسطینی حماس حمله هفته گذشته بر مجله تنزیه شارلی ابدو در پاریس را محکوم کرده و گفته است که اختلاف نظر توجیه کننده کشتار نیست حماس افزوده است که هیچ ارتباطی میان مقاومت مردم و تروریزم جهانی وجود ندارد در آسانه راهپیمایی امروز تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است شماری از مردم حتی از اوایل صبح در میدان رپبلیک در پاریس جمع شده و یاد قربانیان را گرامی امیدوارم در پایان روز همه متحد باشند. هم از مسلمانان، یهودیان، ایسابیان، بودایان، ما اولتر از همه انسانیم و هیچ کسی سزاوار آن نیست که چونین به قتل برسد. تصاویری را که شما اینجا مشاهده می کنید جریان مستقیم از میدان جمهوریت یا میدان رپبلیک در شهر پاریس است که بیشتر افراد جمع شدند تا در همبستگی با قربانیان حادثه هفته گذشته همدردی نشان بدهند و بر ضد تروریسم همدستی نشان بدهند البته تعداد این مظاهره کنندگان بعدا افزوده خود شد و چنانچه گفته میشه که اوجش ساعت 3 بعد از ظهر به وقت پاریس خود بود و اما تازه ترین خبر که در رابطه با پاریس داده شده این است که امروز یک شنبه ویدیوی یکی از سه فرد مسلحی که در حملات هفته قبل پاریس دست داشت روی انترنت پخش شد البته این ویدیو در این ویدیو امیدی کولیبالی دیده میشه که در کنارش تفنگ گذاشته شده و وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی اظهار میکنه و این میگه که زمانی که ابوبکر بغدادی اعلام خلافت کرد به او اظهار بیعت کرده و البته در این ایدو در این ویدیو کولیبالی به نام عبدالله معرفی شده و معلوم میشه که این ویدیو را به قصد نشر بعدی ثبت کرده بود البته رویدادهای امنیتی هفته گذشته در فرانسه که وخیمترین آن یورش افراد مسلح بر دفتر مجله شارل ابدی بود در چند دهه اخیر در فرانسه نظیر نداشت و در این حملات جمن 17 نفر کشته شدند سیرجان تشکر از شما آقای لامی